كتير. السلام وبحبك. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مشموع بيناندغون عزيز روستيم روز خيلي موضوع حساسة خيلي موضوع تارنوكاي چونكي مو دو ملت برودار دو ملت مسلمان دار قبول دار بروبار يا ديگر قيام کرده گیم ولی اگر اجیات واقعیت ها نگاه کنیم اجیات تاریخی نگاه کنیم اینجا حق طرف ما هست چونکه زمین زمینی ما هست و ما به این جنگ به این نزاع به این خرخشه آغاز نبخشیده ایم و تنها ما دستی اون متجاوز دستی اون نفری که به حد ناموسی ما به حد مرزی ما به حد وجدان ما پاش دراز کرد ما فقط جوابی خودمون را داده استودیم و اینجا یه برادر بسیار صحبت خوب کردن و حدیث هم آوردن اینجا گفت سر اینه که و در اون حالتی اون حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله با این موضوع درست می آید که دو نفر قصد کشتن یکدیگر کرده باشند اما توجیک تو امروز صبر کرد همچنین ملت مسلمان صبر کرد به خاک قرقز هجوم نکرد با ناموس قرقز هجوم نکرد بارها سر میز مذاکره دعوت کردیم صحبت کردیم ولی باز هم اونا دسترازی کردند و تجاوز کردند و در این حالت حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله است که وقتی که یک دو گروه مسلمانان با هم درگیر می شوند و یکی متجاوز است یعنی یک گروه هجومگر های تجاوز کننده های با اون بجنگن میگه با اون گروه تجاوزگر بجنگن تا اینکه از اون تجاوزش دست کشه تا اینکه به خدا و رسولش اطاعت کنه تا اینکه از همون کرده از همون تجاوزی که میکنه پشیمان شوه دست کشه و اونگاه میتونه که بین هر دو این گروه با صلح برقرار کنن ما میبینیم که اینجا مسلمانای ما مسلمانای برادر مسلمان تاجیک ما متجاوز نیستن تنها در مرز دفاع قرار دارن روز آمد مالی تاجیکا دزدیده برد بارها آمد خانه تاجیکا آتش زد آمد مرز برادر مسلمانش بست آمد آبی برادر مسلمانش قطع کرد با وجود همه امین ما صبر کردیم و بازم در ماه شریف رمضان نزاع از داخل اونا از جانب اونا شروع شد اینجا ابن تیمیه یک سخن مشهور داره که دو گروهی خیلی مهم هستند یعنی در جامعه یکی حکام یکی علما وای بر اون روزی که این دو گروه میگه فاسد شوند و امروز ما در همون حالت قرار داریم که هم علمای ما فاسد شدگان هم حکامی ما فاسد شدگان در این حالت فقط تلفات مردم مسلمان میبینه امروز با وجود خون دادن ما که از مرز و از ناموس خودمون دفاع میکنیم اما جای تاسفش اینه که ما از همون ناموس خودمون در برابر یک برادر مسلمان خودمون دفاع میکنیم اگر یک ارمنی میشد اگر یک کسی دیگر میشد که به ما تجاوز میکرد بسیار یک جهاد خوب بسیار یک دفاع خوب میشد ولی متاسفانه که در برابر این برادر مسلمان ما کشته می شود هرگاه ما اگر به تاریخ قرغز و دیگر ملت های که همین توکتبار که نظر کنیم همیشه به زمین های برادر مسلمانشون تختگی هستند اگر تاریخ همون ترک ها را نظر کنیم همون توکتبار ها را همیشه به سرزمین های ما هجوم کردگی هستند و خون برادر مسلمانشون بسیار ریختگی هستند و همین خاطر باید که حاضر در این وقت باید علمای خود قرغزستان علمای دینی خود قرغزستان باید مردمشون دعوت کنن بفهمونن تاریخ شناساشون باید بیان تاریخشون براشون دسترس کنن روشن کنن ژورنالیستاشون باید بیان از واقعیت ها با مردم عوام بفهمونن این واقعیت این است این زمینی که ما در اینجا تجاوز کرده استوده ایم و این آبی که ایره ما برای خود صاحبان خودشون قطع کرده استیم اصلا این مالی همین مردمی منطقه است اگر دورتر بریم این منطقه اصلا فارس ها است فارس های مسلمان تاجیک های مسلمان این قرقیز های کوچمنچی آمدن خونه ما و با اینا جا دادیم زمین دادیم از اینا حمایه کردیم مثل که یک سگ بچه را کلان میکنی روز میشه که خدا میخره و متاسفانه با وجود مسلمان بودن
امروز همین حالت ها رخ میده، خیلی جای تاسف است. به همین خاطر این ببینید که یک حالت شد که حتی تمام مردم تاجیکا متحد ساخت، تمام مردم تاجیکا چی مخالف و چی موافق و چی بدخشی و چی کلابی و چی غرمی و دیگه چی ونجی و دروازی و مثال دیگه منطقه ها، ببینید که به خاطر دفاع از مرز خود، ناموس خود به همون منطقه واروخ سفر کرده ایستادند. اما باز هم ما در این حالتهای خیلی حساس نباید که مردم را زیاد تحریک کنیم، نباید که مردم را به خون ریزی تحریک کنیم، نباید که خون مسلمان ها از این بیشتر ریخته شود. با وجود همه این ما مثال سپاس میگم از سربازای خودمان، از اون شیربچه هایی که از کولاب و از بدخشان و از رشتون زمین و دیگر منطقه های تاجیکستان به خاطر دفاع مرز خودشان، به خاطر دفاع ناموس خودشان پایین آمدن، گرد هم جمع شدن. ما از همه اینو عرض سپاس میکنیم، اما با وجود این نباید ما مردم از این بیشتر تحریک به خون ریزی کنیم، تشویق به بزرگ کردن نزاع کنیم، چون که بازم ضرر ما مردم مسلمان میبینیم. این نزاع شاید روز کمتر میشوند یا شاید که از بین میروند، اما باز برادری مسلمانی ما و همسایگی ما باقی خواهد ماند. به این خاطر هر برادر که اینجا صحبت میکنه نباید که تشویق و تحریک بیشتر از این و نزاع کرده شود، به خون ریزی کرده شود. چون که وقتی که اگر متجاوز بود آمد تجاوز کرد و یک ضربه دفاعی زدیم و جواب شو گرفت، اما وقتی که کار قصدن میشود دیگر بیرون از این میشود، بیشتر از این میشود، قصد کشتن یک برادر مسلمان میشود. و در این باره الله متعال میفرماید استعیذ بالله: ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فیها وغضب علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما. در یک آیت چهار تا حکم برای همین گونه نفرای میکنه که قصدا یا قصد کشتن یک برادر مؤمن خودشان میکنند، یک کار قصدی، یک کاری که طرح‌ریزی شده به خاطر کشتن یک مسلمان، به خاطر ریختن خون یک مؤمن، یعنی قصدن عمل میکنه. اما یقتل مؤمنا متعمدا، خداوند در این آیه چهار تا حکم برای این طایفه کرده است: فجزاؤه جهنم، این نفر وارد جهنم میشود، و از این بدتر خالدا فیها، و در اونجا ابدی میمانه. وقتی که قصدن خون یک مسلمان را میریزی، خالدن فیها. و دوام آیت که یعنی خدا با اون غضب میکنه، غاضب علیه و لعنه، دو حکم سختر از این بوده همونجا که یعنی خدا با اون غضب میکنه و خداوند اون را لعنت میکنه، و براش در اون جهنم یک جزای خیلی دردآور، یک جزای بزرگ آماده می سازه. و همین خاطر حالا که ما در یک زمانی قرار داریم که حکام ما فاسد شده هستند و علمای ما جای این که ما می بینیم نوارها را می بینیم تماشا میکنیم، علمای دین، دانشمندای دین که همچون دانشمند دینی در بین جامعه مشهور شدن، معروف شدن، جای این که به نصیحت هر دو طرف، علمای هر دو طرف منظورم هست، به نصیحت قوم بپردازند، به نصیحت مردم عوام بپردازند، به نصیحت جوانایی که خیلی پرجوش و خون هستند، خروش هستند و از دین آگاهی ندارند، فقط به خاطر مرز، به خاطر خاک، به خاطر منطقه قادر یک مثال خونی چندین برادر مسلمان شب ریزند، جایی که اونا را دعوت کنند، جایی که بفهمونند، جایی که از هر طرف صد راه نزاعها شوند، راه حل نزاع پیدا کنند، که چون هر یک جنگ پیش میاد یک راه حل نزاع باید وجود داشته باشد. جای این علمای ما آمدن چی میکنن؟ بازم تحریک میکنن، بازم اون آتشی که برافروخته شده میان دو قوم، میان دو ملت، ملت مسلمان، ملت با هم همسایه، اینا هم حکم مسلمانی را دارن نسبت ما و حکم همسایگی را دارن نسبت ما، و در اینجا در اون آتش بازم هیزم میپرتن، روغن میریزن. به این خاطر جوانان عزیزی ما
مدیونی همه شجاعت و دلاوری شما هستیم. اون چیزی که از شما می باید که یعنی انجام دادن می شود و همه جوانان ما نشان دادن واقعا دلاوری خودشون و رزمندگی خودشون در مرزها حاضر شدن، اما فقط در خط دفاع باشن، بیشتر از این خون یک برادر مسلمان نریزن و قصدن قصدی آتش زدن خانه های مردم و قصدی ریختن دیگر خونی مردم بیگناه نکنند، چون ما مسلمان هستیم و در بیرون از این در یک ماه مبارک رمضان قرار داریم که اگر ثوابی انجام دادی ده چند و اگر گناهی انجام دادی وای دیگه به حال این قوم و این مسلمانی ما. تشکر، سلامت باشیم. دیگه برادرها هم صحبت کنن و نظرهای مردم گرفته شود.